نقض حقوق بشر در ایران و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی همچنان ادامه داره، حتی در داخل زندان‌ها. 15 زندانی سیاسی زن به خاطر اعتراضشون به احکام اعدام و اجرای حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد، از تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدند. از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، وریشه مرادی، پخشان عزیزی و آنیشا اسداللهی که با تصمیم مسئولان زندان اوین از حقوق خودشون محروم شدن. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری که از هلند همراه ما هستند. آقای احمدی نیاز عزیز سلام، خوش اومدین. این زنان زندانی به اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد، اعتراض کرده بودند و علاوه بر این که مورد ضرب و جرح ماموران زندان قرار گرفتن، حالا از حقوقشون هم محروم شدن. چرا به نظر شما فشار بر فعالان مدنی حتی در داخل زندان ها هم ادامه پیدا میکنه؟ بماند که رفتار سازمان زندان ها، قوه قضایی و نهادهای امنیتی در ممانعت از زندانیان در دسترسی به حقوق بنیادی خودشون خلاف تمام ضوابط و استانداردهای حقوقی و قانونی است. اساسا رژیم جمهوری اسلامی ایران ترس بسیار زیادی از صدای اعتراض زندانیان در ایران دارد. شما در نظر بگیرید، خود خانم محمدی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران بسان البرز و زاگرس میتونه درد سرساز باشه و قوی و محکم در مقابل استبداد رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و ایشون در زندان، حتی از وجود اینها هم در زندان واهمه دارند. تک تک اینها، خانم گلرخ، همه اون دوستانی که بیان کردید، تک تک اینها حتی در درون زندان هستند، باز هم حکومت ایران از اینها میترسه و زندان، سرکوب، نمیدونم محرومیت حقوق اجتماعی اونها باعث نشده که این زندانی ها در مقابل قانون گریزی و گستاخی هایی که رژیم ایران در پایمال کردن حقوق شهروندان ایرانی داره یا از بین رفتن حیات انسان ها مثل اعدام داره انجام میده، ساکت ننشینن و این موجب ترس و واهمه رژیم جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین به انواع مختلف میخواهد به هر روشی هست باعث سرکوب بیشتر زندانیان بشه. اینها را از تماس تلفنی محروم میکرده یا از دسترسی به حداقل حقوق ابتدایی خودشون محروم کرده که اینها را وادار به سکوت بکنه. آقای احمدی نیاز، بنابر قوانین پر ایراد فعلی و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، به هر حال زندانی‌ها حقوقی دارن که می‌بینیم در موارد بسیاری زیر پا گذاشته میشه. برامون میگین که قانون چه میگه درباره حقوق یک زندانی؟ ببینید، در وهله اول خود آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و در ثانی قوانین و مقررات حاکم بر یک زندانی در این زمینه حقوقی رو برای زندانی و تکالیفی رو برای زندانبان‌ها در نظر گرفته. زندانبان‌ها شامل سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و دادیارهای ناظر بر زندان‌ها هستند. بنابراین اونها یک سری تکالیفی رو در مقابل زندانیان دارن. یک زندانی از حقوق بنیادین خودش برخوردار هست، مثل حق تماس، حق برخورداری از هوا، حق ارتباط با وکیل دادگستری خودش، حق برخورداری از یک سری معافیت هایی که در قانون وجود داره. اما شوربختانه در جمهوری اسلامی ایران این حقوق زندانیان را منوط به سکوت یا همکاری های امنیتی زندانیان با نظام کرده است و از این طریق دارن به نوعی موجبات پایمال شدن حقوق زندانیان را فراهم می کنند. ما شورایی داریم به نام شورای طبقه بندی زندان ها. در اون شورا نماینده خود دادستانی وجود داره، یک نماینده از دادگاه وجود داره و نماینده خود سازمان زندان، اما هیچ نماینده ای از خود زندانیان وجود نداره. ما در ایران فاقد هر نوع تشکل سنفی حمایت از زندانیان هستیم و هیچ انجی او یا سازمان غیر دولتی
حامی زندانیان در ایران شوربختانه حق فعالیت نداره و هیچ مکانیسمی هم برای نظارت بر رفتار حکومت در باب زندانیان وجود نداره. همین مسئله باعث شده که سازمان زندان ها، قوه قضایی و نهادهای امنیتی دستشون در پایمال کردن حقوق زندانیان بسیار باز بشه. یعنی ما اگه در نظر بگیریم کیلو کیلو قانون در این زمینه هم داشته باشیم، چون نهاد نظارتی بر نحوه اجرای این قوانین وجود نداره، بنابراین هیچ مکانیسم نظارتی و تضمینی برای اجرای همین حداقل قوانین در سازمان زندان‌ها یا در زندان‌های موجود ایران وجود نداره. کمان که می‌بینیم فلان زندانی کشته شد و توسط نهادهای امنیتی بعضی از مجرمین خطرناک را اجیر می‌کنن که از این طریق بر زندانیان سیاسی فشار بیشتری بیارن. یا شکنجه موجود یا تجاوز به زندانیان سیاسی، نمونه های عینی بسیار زیادی هست که اتفاقا خانم نرگس محمدی کرارن به این اشاره کرده. اینها همه ناشی از همین قدرت بلا منازع نهادهای امنیتی و سازمان زندانها و قوه قضایی بر زندانها و فقدان نظارت و نبود سازمان های حقوق بشر در این راستا هست. حالا آقای احمدی نیاز، در همین موردی که صحبت می‌کنیم، یعنی محرومیت این 15 زندانی سیاسی زن از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده، منابع حقوق بشری گفتن که دستورش رو کمیته انضباطی زندان اوین داده. من می‌خوام بدونم که این کمیته انضباطی یا مسئولان زندان بدون حکم قاضی میتونن درباره حقوق یک زندانی یا محرومیت او از مثلا ملاقات و درمانش تصمیم بگیرن و در این برای زندانی چه راهی داره برای دفاع از حقوق خودش؟ متاسفانه در زندان اوین، من تجربه دفاع از زندانیان سیاسی در زندان اوین رو داشتم، بخشی از خود دادسرا یا دادیاران ناظر بر زندانیان سیاسی که در اونجا هستن، اینها به شکل نانوشته به این کمیته ها و به این نهادها دستور میدن که این اقدامات خلاف قانون رو انجام بدن. یعنی آن اتفاقی که در زندان اوین داره علیه زندانیان اتفاق میفته، خصوصا زندانیان سیاسی، با نظارت و هماهنگی دستگاه قضایی هست. چون دستگاه قضایی ما یک دستگاه قضایی مستقل نیست، وابسته به نهادهای امنیتی هست، بنابراین همین دستگاه قضایی است که به ناحق زندانیان سیاسی را در همون زندان قرار داد. و متاسفانه همین قوه قضایی که این احکام غیر عادلانه یا ناعادلانه رو صادر کرده، در خود همین زندان ها هم مانع احقاق حقوق زندانیان، مانع برخورداری زندانیان از حق دسترسی به خانواده یا تلفن یا با وکیل و امثال هم، یا برخورداری از معافیت های مثلا موجود در قانون مجازات یا قانون دادرسی کیفری هستند. لذا سیستم قضایی و امنیتی و خود سازمان زندان ها هماهنگ برای نابودی و پایمال کردن حقوق زندانیان سیاسی هستند. بنابراین این کمیته ها فقط شکل هستند. پشت این داستان خود قوه قضاییه یا همون دادستان های امنیتی و یا دادیاران امنیتی هستند که اذن و اجازه را می دهند.